سلام و خوش آمدید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه مهمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود. دو رهبر علاوه بر بحث در مورد بهبود روابط اقتصادی درباره وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ضرورت ایجاد حکومت همشمول هم گفتگو کردند. سفر دو روزه شریف و تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانا پایتخت قزاقستان انجام شد. پاکستان ادعا میکند که طالبان پاکستانی و تاجیکستان مدعی است که جماعت انصار الله در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند. این مسئله چرا حائز اهمیت است و چشمانداز امنیت در منطقه چگونه به نظر می‌رسد؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ بزنیم با اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوانتون پرینستون ایالت نیوجرسی آمریکا. جناب آدینه، سفر شهباز شریف به دوشنبه چرا مهمه؟ خب، سفر شهباز شریف به دوشنبه از اون جهت مهمه که این هر دو کشور با طالبان در افغانستان مشکلاتی دارند، از جمله در زمینه امنیتی. هم گروه های مخالف دولت رحمان در تاجیکستان در خاک افغانستان هستند، هم گروه های از طالبان پاکستانی در خاک افغانستان هستند که از اونجا به ادعای جانب پاکستان اونجا حمله میکنند به برخی از جاها در پاکستان. و اخیرا پاکستان همینطور که میدونید چند حملات یا اینکه عملیاتی در داخل خاک افغانستان هم انجام داده است. بنابراین خب جدا از اینها، تنها موضوع البته امنیت نیست، موضوع اقتصاد هست، موضوع روابط منطقه‌ای هست که برای هر دو کشور مهم است. تشکر از این. خب جناب شریفی، شما در جریان هستین که چند روز پیش هیئت از طالبان در دوحه حضور داشت و در اونجا با نمایندگان 25 نمایندگان ویژه 25 کشور به شمول کشورهای آسیای مرکزی دیدار کردن، اما جای بقیه مردم افغانستان به شمول زنان خالی بود در نشستهای اصلی. حال اگر بتانیم این نقطه ها را وصل بکنیم، چه ارتباط شما مشاهده میکنین بین قطر، دوشنبه و آستانه با توجه به سفر شریف به آسیای مرکزی و همچنان برگزاری نشست شانگهای؟ عرض سلام و درود دارم خدمت جناب شما و مهمان عزیز ما، تمام هموطنان ما. ببینین، از زمانی که طالبان دوباره روی کار آمدند در آگست 2021 میلادی، جهان تقریبا با سه گزینه در قبال طالبا مواجه بود. گزینه اول گزینه تقابل بود که با طالبات مواجه شوند، تقابل بکنند، دوباره اونا را از بین ببرند و یک حکومت دیگر بیارند. این گزینه اول. گزینه دوم گزینه تعامل بود کاملا، که حکومت طالبا را به رسمیت بشناسند، کرسی افغانستان رو در سازمان ملل برشون بتن، سفارت ها رو برشون تسلیم بکنن، خلاصه مکمل با طالب تعامل بکنن. و گزینه سوم گزینه انزوا بود. انزوا به این معنی که خب نه تقابل بکنن نه تعامل بکنن، ولی حاکمیت طالب ها رو به انزوای دیپلماتیک بکشانن تا از او را بتانن بالا اینا اعمال فشار بکنن و اینا را قادر بسازن تا ای که بعضی از خواسته های مردم افغانستان را بپذیرند و قسمتی از خواسته های جامعه جهانی. در این تقریبا سه سال گذشته عموم کشورهای دنیا همی گزینه انزوا را به پیش بردن. به همون دلیل هم هست که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ولی این کنفرانس دوحه سوم یکم جالب بود. جالبیتش به این بود که دیده می شود که دنیا به این نتیجه رسیده که گزینه انزوا واقعا اون نتایجی را که دنیا و مردم افغانستان ازش انتظار داشتن اون نتایج را نداره.
حدود 3 سال است که میگذره، مکاتب دختران هنوز بسته هست، خانم ها اجازه کار هنوز ندارند، فشار بالای مردم هست، از جانب دیگر کشور در کاملا یک انزوای دیپلماتیک به سر میبره، وضعیت اقتصادی بد است و به همین شکل شرایط ناگوار واقعا در کشور هست. بنابراین دنیا دیده می شود که آهسته آهسته می روند به طرف گزینه دوم، یعنی گزینه تعامل با طالبا. البته این تعامل هم تا جایی که من میشنوم از دوستا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از دوستا در حکومت های امریکا و اروپا صحبتی که میشه این هست که در کنفرانس دوحه هم به وضاحت برای طالبا گفته شده بود که خب بله ما میریم آهسته آهسته به طرف تعامل با شما، ولی این تعامل به معنی به رسمیت شناختن شما نیست. دو تا شرط بسیار عمده برای طالبا بسیار با وضاحت گفته بودن، خصوصا خانم روزمری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل دو مسئله عمده را برای طالبا گفته بود. یک، بازگشایی مکاتب دخترها و اجازه حق کار برای خانم های افغان. دو، مسئله ایجاد حاکمیت و حکومت همشمول در افغانستان من حیث دو پیش شرط اساسی برای که تعامل کامل شود با طالبا. خب این چیزی است که ایناله از یک طرف غرب واقعا میخواه، از جانب دیگر کشورهای منطقه هم دیده میشود که میخواه، طور که آقای اسفندیار گفتن در سفر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان نیز مسئله ایجاد حکومت همشمول در افغانستان صحبت شده بود بالایش، به این معنی است که حتی کشورهایی که با طالبا روابط نزدیک دارن به گونه غیر رسمی مثل پاکستان، حتی اونا هم خواهان ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان هستند تا اینکه ثبات پایدارتر در کشور به وجود بیاید. برای من چیزی را که میبینم در کل این است که جامعه جهانی در کل و کشورهای منطقه دارن یک میرن آهسته آهسته به طرف تعامل با طالبا و دو او تعامل تا وقتی که به رسمیت کامل برسه همون دو شرط عمده و اساسی را قرن وجود دارن، بازگشایی مکاتب زنا، مکاتب دخترها، حق کار برای خانم ها، یک قسمت حقوق بشر و اینا و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان. تشکر از این. خب جناب آدینه، همونطور که جناب شریفی هم اشاره کرد و گفتیم، رحمان بار دیگر ثبات و امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به نحو گره زد به ایجاد یک حکومت همشمول. منظور تاجیکستان از همشمول بودن حکومت در افغانستان چیست به نظر شما؟ خب از همان آغاز که طالبان دوباره روی کار آمدن در افغانستان در چند سال پیش، حکومت تاجیکستان همین حرف را گفته که همشمول باشد و همشمول هم از نظر آقای رحمان یعنی حضور بخصوص فارسی زبانان و تاجیکا در حکومت هست، چون که خود آقای رحمان هم اون زمان میگفت که بیش از 40% مردم افغانستان تاجیک هستند و همینطور باز گروه های دیگر فارسی زبان هستند، ولی در افغانستان همیشه دولت های قومی بوده و مثلا تا به حال حالا بجز یک دو مورد هیچ غیری پشتون یا غیری افغان در سر قدرت نامده، حتی در زمانی که میگن جمهوریت، این جمهوریت هم صرفا حکومت در دستی کسایی بوده که پشتون هستن، حتی کشورهای غربی هم در کنفرانسی بان و بعد از اون هم یعنی با بازی های قومی و قبیلهی در این کشور پرداختن و حکومتی هرگز حکومتی همشمول نبوده، هرچند که در نهادهای مختلف دولتی نماینده های اقوام مختلف بودند، اما دولت همیشه به سمت قومگرایی پیش رفته، از جمله مثلا بحث های اصلاحات ملی و این چیزها قبلا بود، زمانی بود که حتی میخواستن لوی جرگه برپا کردن، حتی میخواستن یک زمان پادشاه دوباره بیارن، اما اون دیگه امکان نداشت که بیاد. یعنی این مسئله قومیت بخصوص پس از روی کار آمدنی طالبا بیشتر چی شده؟ آدینه، خب روایت ها گوناگون هست، طالبان روایتشان این است که حکومتشان همشمول است، اما تا حال که صحبت میکنیم حتی یک زن هم در کابینه حکومت سرپرستشان حضور نداره و در مورد آمار و ارقامی که از افغانستان و آسیای مرکزی هم میآید نظریات گوناگون موجود هست. خب بیاین که این بحث را ادامه بدیم. تشکر بازم از نظرتان جناب شریفی. پاکستان از وجود طالبان پاکستانی و
تاجیکستان هم از حضور افراد وابسته به جماعت انصار الله، گروه مخالف حکومت تاجیکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانند. طالبان بارها گفتند که نمیگذارند که هیچ گروهی از خاک افغانستان به کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه تهدید به بار بیاره. خب چرا این دو همسایه افغانستان همچنان نگران هستند از امنیت در افغانستان؟ اگر آدم صادقانه موضوع را بررسی بکنه، رویکرد همسایه‌های افغانستان در قبال افغانستان بسیار جالب است. اول ببینین موضوع آقای آدینه بیشتر اشاره کردن به مسائل حکومت، مسائل قومی و اینا. خب در افغانستان ما خب پیشتر هم عرض کردم باید حکومت همه شمولی ملی باشه که در اون تمام اقوام و اقشار افغانستان باشه، ولی اینکه کشورهای همسایه ایگپا رو میگوین، ببینید در خود تاجیکستان، در ازبکستان، در قزاقستان، در این کشورهای آسیای میانه نه تنها که یک قوم حاکم است بلکه یک فامیل حاکم است. سالهاست که از زمانی که اینا استقلال خود را به دست آوردن فقط یک فامیل هست که قدرت انحصار کرده. دیگه حال اینا اگر میاین و باز پیشنهاد ایجاد حکومت همشمول بر افغانان میتن، یک کمک جالب به نظر میرسه. این شکل صحبت پاکستانی ها در قبال تروریسم در افغانستان است. ببینین پاکستان از بدو تاسیسش، البته ایره من ادعا نمی کنم، این حقایق است، از پاکستان تاسیس شد در سال 1947، اولین جنگ را که با هند کرد سال بعدیش یعنی 1948 بود. از سال 1948 به این طرف پاکستان همواره یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در منطقه و فراتر از منطقه بوده. عموم افرادگرایی که امروز در افغانستان است، امروز در دامان آسیای میانه را میگیره، امروز حتی ایران را تهدید میکنه و فراتر از او اساس و ریشش برمیگرده به پاکستان و به پالیسی های نظامی های پاکستان بر حمایت از افرادگرایی، حمایت از تروریسم و استفاده تروریسم من حیث یک حربه سیاست خارجی. حداقل از سال 1972 به این طرف است که در افغانستان اینا همواره گروه های مختلف را، گروه های افراطی مختلف را بر علیه حاکمیت که در افغانستان بوده اینا حمایت کردن و تروریسم را در اونجا ترویج کردن. اما جالبی است جناب شریفی، با معذرت که اینجا حرفتان رو قطع میکنم، پاکستانی ها روایتشان نیست، سیاسیون و نظامی هایشان، که پاکستان قربانی تروریسم است، که حتی شنیدیم که آقای شریف در دیدارش با آقای رحمان یک بار دیگه هم گفت که کشورش قربانی تروریسم است. ادامه بدین. دروغ میگوید دیگه، یک دروغ محض است. خب اگر قربانی تروریسم هست، چرا تروریسم را حمایت کردن در قدر سال؟ من شخصا در حکومت قبل افغانستان خدمت میکردم، ما از این پاکستانی ها بارها 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 خواستیم در یک کمیته که در سالهای آخر یک و نیم سال ما با ISI کار میکردیم، من در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم، دو هفته بعد ما با اینا میدیدیم، اونا بر ما گزارشات کاری خود میدادن، ما بر اونا گزارشات کاری خود در امر مبارزه علیه تروریسم، همواره بر ما دروغ میگفتن، همواره بر ما دروغ میگفتن. ما کاری که اونا از ما میخواستن انجام میدادیم، اونا کاری که ما ازشان میخواستیم، دروغگویی دوام دارد. من پاکستانی ها همیشه در این مسئله دروغ میگن. خب در موضوع TTP، بله یک موضوعی هست که TTP حال به جای رسیده که واقعا نظامی های پاکستانی، واقعا حکومت پاکستان نمیتونه جلو کار از اینا رو بگیره. TTP از جمله گروه های بود که از ابتدا پاکستانی ها به خاطر جنگ در افغانستان حمایت کردن، ولی او گروه حالی که جنگ در افغانستان ختم شده، او گروه حال به جای رسیده که میخواهد همو ایدئولوژی که داره در داخل پاکستان او را پیاده بسازه و این کار است که حکومت پاکستان نمیتونه جلوش را بگیره. از او خاطر حال میآید بر افغانستان انگشت انتقاد بالای افغانستان میگیره. مشکل تروریسم در منطقه اساسش به پاکستان برمیگرده و هنوز هم متاسفانه اونها یک رویکرد دوگانه را در قبال یک قسمتی از گروه های تروریستی دارند. تشکر از این جناب شریفی. و همونطور که گفته مقامات پاکستانی مدعی اند، اتهام وارد میکنند که از زمانی که طالبان افغان به قدرت بازگشتند، در نزدیک به 3 سال گذشته، حملات طالبان پاکستانی
چند برابر شده در خاک پاکستان و ارقام را هم از تلفات ارائه میکنن و حتی مراکز تحقیقاتی که در اسلام آباد هست گزارش های در این مورد منتشر کرده که شما هم خواندین. به هر حال در این مورد هم میشه که نقد و نظر متفاوت هست طبعا، اما بین از نظر یک کارشناس دیگر هم ما در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و حضور برخی از جنگجویان مثل تی تی پی در قلمرو افغانستان پرسیدیم، ببینیم و زود برمیگردیم. گروه های جهادی مثل از تاجکستان یا تی تی پی پاکستان اگر در افغانستان نست، کدام تهدید جدی خطر امنیتی برای حکومت طالبان استند؟ اقلا بدون داعش که او هم بسیار از طرف طالبان زد و کوب شدن یا از بین رفتن یا بسیار زیر فشار قوی هستند. البته این گروه ها برای کشورهای همسایه یک نگرانی بزرگ هستند، یک سردردی بزرگ هستند، بالخصوص برای پاکستان. ما فکر میکنیم که آمان یک وقت طالبای پاکستانی برای حکومت پاکستان طالب خوب و طالب خراب بودن. طالب خوب آن بودن از تاریخ طالبان پاکستان که ترها در افغانستان می جنگیدن. طالبای خراب آن بودن که هم در پاکستان می جنگید و هم در افغانستان می جنگید. در حال حاضر این گروه های جهادی اگر در افغانستان باشد برای طالبان کدام خطر نیستند. و از خاطر ما فکر میکنیم که طالبان نمی خواهد که علیه آنها اقدامات را شروع کند که اونا برشان یک خطر شود یا عکس العمل نشان دهد. از خاطر با وجود خواست های کشورهای همسایه بخصوص پاکستان، افغان طالبان نمی خواهد که در یک جنگ درگیر شود که جنگ آنها نیستند، جنگ کشورهای همسایه هستند. و کشورهای همسایه در 45 سال گذشته از گروه های که نزدیکشان است در داخل افغانستان بسیار جنایات جنگی کردند و افغانستان به خرابه کشاندن. خب جناب آدینه، اگر یک کم بیشتر در مورد نگرانی های امنیتی صحبت کنیم، خب تاجیکستان به نظر شما چه راهکارهایی برای مقابله با تهدیدات امنیتی داره؟ خب به نظر من بسیار از این نگرانی های تاجیکستان در مورد امنیت یا تهدیدهای امنیتی از جانب افغانستان بیهوده است، باطل است. به نظر من طالبان اونطور که در تاجیکستان فکر میکنن خیلی خطر داره، برای تاجیکستان خطر نداره، اما گروه های اونجا هستن، گروه های انصار الله، گروه های اسلامگرا، که خطرشان شاید بیشتر از خطر گروه هایی که در داخل تاجیکستان هستن بیشتر نیست. اما تاجیکستان دولتش یک دولتی همونطور که اشاره کردن یک دولت خودکامه هست، یک خانواده هست و بیشتر در این 30 سال همیشه فکر کرده، همیشه دنبالروی روسیه بوده از بسیار جهت. کنسپسیونی امنیتش، درک امنیتش از امنیت، درکش از امنیت منطقه، اینو همش درک شورویانه هست. هنوزم در همون سایه ایدئولوژی شوروی به مسائل نگاه میکنن و مثلا تهدیدهای امنیتی فکر میکنه همیشه از جنوب میاد، یعنی از طرف افغانستان، در حالی که برای تاجیکستان بیشترین تهدید امنیتی از نظر من خود همون پایگاه روسیه است که در داخل تاجیکستان است، در چند کیلومتری دوشنبه، و هر وقت خواست میتونند برای امنیت تاجیکستان خطر ایجاد کنند، برای خودی از جمله برای خودی آقای رحمان که دولت خودکامه دارد و همونطور که گفتند در دست یک خانواده است تمامی منابع اقتصادی تاجیکستان. از سوی دیگر این دولت تاجیکستان نتانسته که در این 30 سال راه های بهتر ایجاد کند با سمت جنوب، هم با پاکستان، هم با افغانستان، هم با ایران، مثلا میشد بیشتر راه های ارتباطی ایجاد کرد و بیشتر مرزها را باز کرد. حتی امروز هم تاجیکستان هنوز هم با افغانستان با وجود اینکه با طالبان میانه خوبی ندارد،
برق صادر می کند، اما این کافی نیست. یک زمان مثلا بعضی مسائل ترانزیتی بود که اینم فکر کنم حل شده و حالا از بین تاجیکستان و پاکستان مثلا 2 سال پیش یک قرارداد ترانزیت چی شده ثبت عقد شده و حالا میتونم بیان. چند سال پیش من مثلا با سفیر پاکستان صحبت کردم، میگفت که ما میخوایم یک قرارداد 3 جانبه امضا کنیم با افغانستان، اون زمان هنوز جمهوریت بود. اما مشکل این بود که این افغانستان در عوضش میگفت که ما به شرطی میخوایم اجازه بدیم ماشین های شما از قلمرو افغانستان به تاجیکستان گذرند که شما هم اجازه بدین ما ماشین های ما بروند به هند. اما پاکستان اینجا باز اینو نمیخواست. یعنی این مشکل ایجاد شده بود بینشان که این مانعی از این امضای این قرارداد 3 جانبه شده بود. اما همونطور که میدونید اقتصاد بسیار مهم است. مردم وقتی این شریان ها یا اینکه این رگ های اقتصادی منطقه باز بشه، مردم به رفاه بیشتری دست می‌یابند و هرچی رفاه بیشتر میشد از لحاظ اقتصادی مردم ثروتمندتر شدن، کمتر میرن دنبال تروریست و افرادگرایی. بله تشکر. طبعا امنیت و اقتصاد و سیاست اینها با هم دیگه پیوند دارن. جناب شریفی، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تازگی هشدار داده که ممکن است به مواضع در داخل افغانستان حمله کنند. میدانیم که عملیات تازه نظامی به نام عزم استحکام آغاز شده در پاکستان. او در گفتگو با بخش اردوی بی بی سی گفته که اجازه بدین نقل قول کنم، ما در افغانستان عملیات انجام دادیم و به او ادامه خواهیم داد. با کیک و شیرینی از اونها پذیرایی نمی کنیم، مگر حمله کنند حمله می کنیم. آصف افزوده که افغانستان تمایل به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان نداره، اما همونطور که میدانیم وزارت دفاع طالبان گفته که تجاوز به خاک افغانستان پیامدهای در پی خواهد داشت. شاید جالب باشه کمی بر بگردیم به گذشته. طبعا بیاد داریم که 4 سال پیش که طالبان افغان و امریکایی ها در حال امضای توافق دوحه بودند، خواجه آصف در اون زمان به عنوان وزیر خارجه پیشین پاکستان عکس از ملا برادر و مایک پامپیو وزیر خارجه وقت امریکا در توییترش منتشر کرد و گفت شما زور دارین و خدا با ماست، الله اکبر. و حال کار به اینجا کشیده، برداشت شما چیست؟ ببینید، من طور که قبلا عرض کردم پاکستان تصمیم گیرهای اساسی در امور استراتژیک و مسائل خارجی پاکستان همیشه نظامی های پاکستان هستند. یعنی ستون و فقرات رژیم پاکستان نظام پاکستان است که در حدود 1.5 میلیون پرسونل دارند. 1.5 میلیون پرسونل در پاکستان کاملا حاکم هستند. اضافه‌تر از 40% تولید ناخالص تمام پاکستان میره به اردو و اینا زندگی های بسیار خوب دارن. پاکستان که کشور بسیار فقیر است، در اونجا میلیون ها مردم به فقر بسیار بسیار شدید گرفتار هستن. در اطور یک کشور نظامی ها زندگی بسیار مرفه دارن. این حال تداوم زندگی مرفه، تداوم اعمال قدرت، تداوم انحصارگرای قدرت توسط نظامی ها باید توجیه داشته باشد. و همواره پاکستانی ها این توجیه را در قدم اول بر اساس تهدید بسیار خطرناک از جانب هند با امنیت ملی پاکستان و از جانب دیگر مسئله مشکلات دیورند و ایگه پای دیگر با افغانستان است. حالا در افغانستان مشخصا هر حالتی که آمده حداقل در همین 50 سال گذشته باز پاکستانی ها مخالفت کردن با اون. ببینین اگر بسیار به عقب برگردیم، بسیار بسیار خلاص من خدمتتون عرض میکنم، زمانی که سردار داوود خان قدرت در افغانستان گرفت، هنوز کمونیستان نیامده بودن، هنوز اتحاد شوروی نیامده بود، فقط داوود خان بود، او اولین جمهوریت را تاسیس کرد. سال بعدیش پاکستانی ها همین رهبری کسانی که پسانتر مجاهدین شدن، کسایی مثل احمد شاه مسعود، کسانی مثل برهان الدین ربانی، مثل رسول سیاف، مثل آقای حکمتیار، همینا را او وقت بسیار جوان بودن، اینا را در داخل پاکستان برد، اینا را مسلح ساخت، آوردن به داخل افغانستان. از اونجا کوشش کردن بر علیه حکومت سردار داوود خان اینا کودتا بکنن. کودتا در پکتیا و در پنجشیر آغاز شد،
ولی حکومت توانست ایره سرکوب بکنه. باز اینا این رهبری مجاهدین گریختن رفتن به پاکستان، سالهای دیگر در اونجا باز اینا زیر کنترل آیس های تربیه های تعلیم و تربیه تروریسم و اینا رو دیدن، تا ای که زمانی که باز در افغانستان انقلاب ثور شد یا کودتای ثور برش میگن هرچی که برش گفتم میشه، بعد اتحاد شوروی آمد و باز اون دیدیم که مجاهدین را اینا 14 سال حمایت کردن تا در افغانستان جنگ بسازن. باز زمانی که مجاهدین قدرت را گرفتن، وقتی که جمعیت اسلامی قدرت را گرفت، باز اینا حکمتی ها را کمک میکردن بر ضد جمعیت اسلامی. زمانی که باز طالبا را ساختن، باز بر ضد هم از اینا اونا را حمایت میکردن. باز زمانی که در افغانستان جمهوریت بود، طالب را حمایت کردن. حالا که باز طالب در قدرت است، باز میکشن که کسان دیگه را بر ضد است. بنان حال به نظر شما چقدر واقعی به نظر میرسه واقعا این جدل های لفظی که ما شما شاهدش هستیم و از طرف دیگر برخی از حملات پاکستان در داخل افغانستان، یعنی این ارتباط بین طالبان و پاکستان چقدر جدا ناپذیر به نظر میرسه؟ تا جایی که من میشنوم روابط بین پاکستان و طالبان کاملا خراب است، به دلیل اینکه پاکستانی ها حال هم میکوشن که باز کسان دیگه را مسلح بسازن بر علیه حاکمیت پاکستان. ببینید پاکستانی ها امیال با جبهه آزادی کوشش کردن که با اونا تماس بگیرن، برای آقای احمد مسعود کوشش کردن تماس بگیرن، حتی برای قماندان های خرد و کوچک که در بیرون افغانستان هستن هم مورک میکوشن تلاش کنن اونا را با اونا تماس بگیرن تا که یک جبهه به اصطلاح مقاومت را بر علیه طالبان باز اینا بتونن بسازن. با توجه به همه قدر حمایت هایی که شما گفتین در سالهای سال از طالبان کردن، طالبان اونجا بودن، مثلا شورای کویته، شورای میرامشاه، شورای پشاور و اینها، این همه کمک هایی که حداقل گزارش میشد، تسلیح و تجهیز و تمرین و نمیدونم حمایت هایی که موجود بود، اونا همه به خاطر تداوم آتش جنگ در افغانستان بود، نه به خاطر ای که پاکستانی ها از طالب خوششان میامد. حالا که چون او آتش جنگ ختم شده، حالا طالبا در مسند قدرت هستند در افغانستان، بنان باز یک جبهه دیگر هم میخواین، باز یک کس دیگر هم میخواین که باز برای اینا او را مسلح بسازن تا آتش جنگ در افغانستان تداوم پیدا بکنه، تا ثبات در افغانستان نبیاید. برای اینکه پاکستانی ها ثبات را در افغانستان، اقتدار را در افغانستان به ضرر منافع ملی خود میبینند. اونا افغانستان با ثبات را من حیث تهدید برای خود میبینند. بنان یک استراتژی دائمی پاکستان است که در افغانستان یا باید حاکمیت باشه که او کاملا غلام حلقه به گوش اسلام آباد باشه، و یا اگر او چی صورت نمیگیره دوامدار آتش جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان بسوزه. این فقط تشکر از این جناب شریفی. برخا طبعا روایت ها و نظریات مختلف از برخا به این باورند که هنوز هم بین پاکستان و طالبان روابط تنگاتنگ موجود است. متشکر از این نظر شما. خوب چون فرصت ما اندک است، جناب آدینه، چشمانداز امنیتی منطقه با توجه به روابط بین پاکستان و تاجیکستان و وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه پیش بینی میشه از نظر شما؟ خب ببینید، این یک مشکلی که در افغانستان وجود دارد این است که هر قدرتی که میاد اینا فکر میکنن که دیگه همسایه‌ها حتما باید پیش اینا سر خم کنن و هر چی اینا میخوان اونا اجرا بکنن. اینطور نیست دیگه. این هر کشور منافع خودش داره، چی پاکستان، چی ایران، چی تاجیکستان، چی ازبکستان. خب اینها باید یکم خودشان توانند که معامله کردن با اینا رو یاد بگیرن. اینطور نمیشه که شما همش شما بخواید و خواستی شما اجرا بشه اما به همسایه هاتون هیچ گذشتی نکنید. این یک بینش غلط در افغانستان هست که برای همین مسائلشان همسایه ها رو مقصر میدونن. این درست نیست. شما یاد بگیرین لااقل در داخل بین همون گروه های مختلف معامله کنید، مذاکره کنید. اجازه ندید که پاکستان بیاد اونا رو به طرف خودش کشد یا ایران یا کسی دیگر. خب اینم نشان میده که مشکل داخلی افغانستان است. از سوی دیگر البته برای پاکستان من فکر نمی کنم برای همیشه افغانستان اگر جنگ باشد به سود آنها باشد. شاید یک گروه های هستن اونجا که این به سودشان هست، اما بیشتری مردم یا بیشتری نخبه های پاکستان اینو نمیخوان. میخوان راه باز بشه که اونا بتونن با کشورهای آسیای میانه دیگر
کشورهای دیگرجا از طریق افغانستان چی داشت؟ تجارت داشت و تجارت بسیار مهم است و این تجارت برای افغانستان هم سودآور است، نه فقط برای پاکستان یا هند، اینها برای همش سودآور است. این منطقه باید بالاخره به آرامش برسد و شما تنها با همسایه هاتون میتونین معامله کنین و آرامش رو برقرار کنین. تشکر از این، بگذارین که نظر دکتر شریفی رو هم در این مورد و همسایه هاتون رو نادیده بگیرین. تشکر از این. جناب شریفی کوتا، شما میخواین چیز اضافه بکنین؟ فقط اما قرار که بله، در صحبت های آقای آدینه بسیار حقیقت وجود داره. یک قسمت زیاد مشکلات ما افغان ها همی است که ما مشکلات خود را بین خود حل کرده نتانستیم تا حالا. این یک حقیقت است و با اینا موافق هستم که درست است که همسایه ها همیشه کوشیدن اوضاع را در داخل افغانستان، مثلا پاکستان، در یک حد دیگه ایرانی ها کوشیدن اوضاع را در داخل افغانستان بی ثبات بسازن، اما یک قسمت این مسئولیت هم برمیگرده به خود افغان ها. حالا که حداقل یک ثبات نسبی در افغانستان آمده، به همو اساس امیدواری ما، خواست ما از طالبا ای است، از همین طریق می خواهیم خواست خود را اعلان بکنم، از طالبا ای است که واقعا اینا حال همین ثبات نسبی را تبدیل بکنن به یک ثبات دائمی و او راهش ای است که اینا حقوق زنا را برشان بتن، حقوق دخترها را برشان بتن، حقوق اتباع را مراعات بکنن، قوانین بین المللی را مراعات بکنن و اینا بپذیرن یک ایجاد حکومت همشمول را تا همین ثبات نسبی که فعلا آمده ای تبدیل شود به یک ثبات دائمی و افغانستان از این انزوای دیپلماتیک بیرون برایه، تا بتونه با همسایه های خود تجارت بکنه، تا بتونه در منطقه مایه ثبات باشه نه مایه بی ثباتی. تشکر از این. خوب دیده شود که چی خواهد شد در هفته ها و ماه های پیش رو. فرصت ما تمام شد. دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوهنتون پرینستون ایالت نیوجرسی ایالات متحده، و اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، بسازاد تشکر از حضورتان در این مثلث و همچنان سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را دیدید.